به نام خدا. سلام، حالتون چطوره؟ امیدواریم که حالتون خوب باشه. با یک برنامه جدید در خدمتتون هستیم و امیدواریم که از این برنامه لذت ببرید. این برنامه ما از شبکه تهران پخش میشه و دوست داریم بیننده های شبکه تهران برنامه ما رو ببینن، بعدن قضاوت کنن. ما که تازه اومدیم، نمیشه که همینجوری میگین نه دیگه. برنامه ما تشکیل شده از یک سری نمایش های کوتاه که اسم این برنامه هست لبخند از نوع پنجم، چون مال شبکه تهران هم هست اینجوری اسمش. نه بابا، چرا؟ این بود اسمش. نام این برنامه هست لبخند در لبخند. نه بابا، این دیگه نبود اسمش. اگه اون قبلی نبود اینم نبود. اسم این برنامه هست لبخند پنجم. نه پنج لبخند با شما. با برنامه پنج لبخند با شما هستیم. اینم نه، نگردشیم، ببخشید جانم. متوجه شد؟ اونی که میدونستم. بریم زبط. 3-2-1. اسم برنامه ما حرف تو حرف بود، همونطور که گفتیم خدمتون. حرف تو حرف، با اولین برنامه حرف تو حرف در خدمتون هستیم. این سخت بود؟ 4 ساعت، 5 لبخند، 6 نفر در راه لبخند، 550 لبخند. خب این ما، این برنامه حرف تو حرف و این هم بیننده های خوب شبکه تهران. من میگم سیم برق سیم ها؟ اوه، 12 نصف شب بود. چیه دیگه؟ نداشته باشه یعنی چی؟ آقا بلند شو. دوست اومده. دوست، حرف نزن، مامور برقم. بلند شو. ساعت 12 شب دوست اومده. بلند شو. ساعت 12 شب تیر چراغ برق اداره برق، شما
ترکوندی افتاده توی خونت، بلند شو ببینم. آقا تو خوابمه. تیر چراغ برق برای چی کندی؟ تیر چراغ برق برای چی کندی؟ خسارت باید بدی، بلند شو. خورد تو سرم. بلند شو. شما چی کسه فکر کنم. عزیز من محترمانه دارم از شما تقاضا میکنم بلند شو می خسارت بدی. با 12 نصف میشم من کجا خسارت؟ اوه باشه. بلند شو. بلند شو باید خسارت بدی. آقا عزیز من توضیح بله. چی شده؟ خواب بودم. بله. این سیم برق شما رو من شکایت دارم ازش. چی شده بوده؟ سیم من خورد تو سرم. سرم درد می‌کنه. سیم شما خوابیده بودی، سیم یو خورد تو سرت، بعد تیر چراغ برق سر من صحبت من سر کار دیرم. باور کردم، ببخشید. خونه من شما چیکار می‌کنید تو خونه من؟ شما عذرخواهی می‌کنم. آقای محترم، من ساعت 2 نصف شب قیافه شما برای من آشناست. من کجا دیدمت؟ اشتباه گرفتی. چطوری منو چه؟ برو نیستی هیچ کدوم؟ نه؟ کی بودی تو؟ بس ببینم. آقا من کجا دیدمت؟ شناختی؟ نه بذار ببینم. آرش نیستی؟ بذار ببینم. کامبیز نه پس نمیشناسم تو. من شرمندم، ببخشید. نه بار تو بابام بود. تعجب نکنید، این برنامه انقدری 3 مجری داره. من، جواد و مهران، ما مجری این برنامه ایم. به چه دلیل مهران نیست الان؟ فقط به این دلیل که ما یه دکور داریم انقدر، یه مهران داریم انقدر. متاسفانه جا نمی شدیم. اگر یکی بود که اندازه ما بود، بلاغری ما بود، ستایی با هم میشستیم اینجا براتون برنامه رو اجرا میکرد. اصلا 3 میتونستیم اجرا بکنیم. 3 میتونستیم اجرا کنیم. ولی خب چون مهران پهن سایزه، اینه که ما مجبوریم 2 در خدمتتون باشیم. حالا یه برنامه ما براتون در نظر گرفتیم. آقا نگردشیم، ببخشیم. جانم. بله. آقای رضاویان، از بالا گفتن که پشت سر آقای غفوریان صحبت نکن. موتور بده آقا بریم. من از همینجا به نوبه خودم از تمام آقای غفوریان عذرخواهی میکنم. من جلو روشم میگم، پشت سرشم میگم. به قسمت بعدی توجه کنید. بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام، نظر شما را به گزارش برنامه حرف تو حرف جلب میکنم. آقا ببخشید، نظر شما راجع به نصیحت چیه؟ نصیحت خیلی خوبه، من همیشه همه رو نصیحت میکنم. بله، خیلی ممنون. ببخشید، خسته نباشید، سلام. نظر شما راجع به نصیحت چیه؟ آبا مردیم از بس هر کی به ما رسید ما رو نصیحت کرد. خسته نباشید. ببخشید آقا، نظر شما راجع به نصیحت چیه؟ از من به شما نصیحت، شغلتون رو عوض کنید. ونک، آقا ونک سلام، خسته نباشید. نظر شما راجع به نصیحت چیه؟ نصیحت باید از دل بیاد بیرون، باید یه حرف صمیمی باشه. نصیحت خشک و خالی نه کارسازه نه قشنگ. خیلی ممنون. خواهش. سلام، خسته نباشید. حال شما خوبه؟ بله. ببخشید میخواستم بپرسم نظرتون راجع به نصیحت چیه؟ بله، یه خوره بیام این مرتبه. نصیحت، راستش من یه دو سالی توی کارخونه کار میکردم، هر کی از راه میرسید ما رو نصیحت میکرد. بعد خوردم به پست یک رفیق ناباب توی کارخونه، از راه به در شدیم اخراج شدیم. الان حدود یه 7-8 سالی بیکارم. از شما چه پلانی دزدی میکنم؟ من تو توی 7-8 سالی که بیکارم دزدی میکنم، یه نفر نمیاد ما رو نصیحت کنه بگه مثلا این کار نکنی کار بعد اون. همین. خیلی ممنون. پرنده بود؟ نه قربونتو برم، یه عقاب بود. من فکر کنم هواپیما بود. نه اون یه موشک بود. نه اون کسی نبود جز هوخ شطره. هوخ شطره بایستا. من بهت کمک میکنم. کمک؟ کمک؟ بله. این سنگینه. برو کنار. شما دست نزنید. آقا شرمنده همون چه؟ برو کنار. تقدیم با علاقه. قربان شما آقا، دست شما درد نکنه. خیلی سلامت. امیدوارم در زندگی تو موفق. هوش خطره؟ هوش خطره. قربان شما. قربانه.
بدرو. هوخ شترا بردم همه زندگی رو بردم. من کمک کردم بردم زندگی رو بردم. هم من کمک کردم بردم. هوخ شتر داداشتون بود، خیلی شبیه شما بود. من داداش ندارم. شما؟ من هوخ شتر. به به هوخ شتره. بله یه بر تو آماده برای کمک به مردم. خواهش میکنم بفرمه تو، در خدمت هستم. میکشم از چنل قربزی. خب امیدواریم که تا اینجای برنامه خوشتون اومده باشه. نیومده، خوشم نیومد. من گفتم اینقدر زحمت کشیدیم یه برنامه درست کردیم، الان کلا از برنامه خاموش نکنید حداقل یه دو دقیقه. کدومی؟ من میگم از همینجا بخواست سریعتر بگو تو این قسمت اول برنامه. من از همینجا از همه بیننده همون عذرخواهی میکنم، بی خیال برنامه ما نمیشه. بلند شید برید پارک، بلند شید برید سیزده بدر. سیزده بدر وسط تابستون که نمیتونن برن که، هر جا میخوان برن نبینن برنامه ما رو، نبینید ما شرمنده ایم. نمیشه آقا جون، کلی برنامه داریم. من میگم بالاخره باید یه کاری بکنیم برنامه خنده دار بشه، برنامه جذاب بشه، بیننده بشینه. چیکار کنم؟ من یه پیشنهادی دارم، شما رو منفجر میکنیم، بیننده اون میخنده. امکان نداره اینطوری. من خودم شخصا میخندم. جانم. بله آقا، میگن از خشونت توی برنامه استفاده نکنید. موتور بده 3-2-1. هنوز منفجر نکرده، من نمیدونم حالا خشونت. من فکر میکنم که بهترین کار اینه که ما از شما خداحافظی کنیم و نظر شما رو به برنامه بعد از برنامه ما جلب کنیم. حالا اونو نگاه کنید هر چی بود. منم خداحافظی میکنم ازتون. قربون شما. تا برنامه بعد.